بنده بخشاینده مهربان، دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی خوشوقت هستم یک بار دیگر در حضور شما قرار میگیرم و نگاه امروز سه‌شنبه پنجم دلو سال 1395 هجری خورشیدی برابر با 24 ماه جنوری سال 2007 میلادی را تقدیم حضورتان میکنم و همکنون شما صدا و سیمای ما را از طریق ستلایت G19 در ایالات متحده امریکا و کانادا، ستلایت یاست در کشورهای عربی به شمول کشور محبوب ما افغانستان و کشورهای آسیای میانه و بخش از کشورهای اروپایی از طریق جادو در سراسر ایالات متحده امریکا و بهتر است بگویم در سراسر جهان، از طریق جیلویس در سراسر جهان و همچنان از طریق فیسبوک این جانب می توانید استماع فرمایید و مشاهده کنید و بر روال معمول بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان آغازگر نگاه امروز است که شامل تبصره‌های از روزنامه دی نیشن چاپ پاکستان، ستار اند استرایپس وال استریت جورنال می باشه و همچنان در بخش روزنامه ها و جراید داخلی بازتاب از آرمان ملی، ویسا 8 صبح، ماندگار و روزنامه افغانستان را برای شما گرد آورده ایم. روزنامه پاکستانی دی نیشن گزارش داد که اسلام آباد تلاش دارد تا به توافق دو جانبه با دولت افغانستان برای تداوم استفاده از آب دریای کابل دست یابد. دی نیشن از تلاش دولت این کشور برای تهیه پیشنویس توافقنامه با دولت افغانستان برای حفظ پیمان استفاده از آب دریای کابل خبر داد. دی نیشن گزارش داد که پس از اظهارات اخیر مقامات هندی مبنی بر ساخت بند آب در مسیر دریای کابل، به ظاهر دولت پاکستان برای تمدید پیمان آب با افغانستان تلاش می کند. منابع آگاه گزارش دادند که پاکستان به منظور جلوگیری از هر گونه تنش و اختلاف در رابطه با آبهای جاری افغانستان به این کشور و حفظ پیمان آب در نظر دارد تا نگرانی های دولت افغانستان در این رابطه را به صورت غیر رسمی مورد بررسی قرار دهد. منابع می افزایند دولت پاکستان معتقد است که بخشی از آب کوههای چترال در پاکستان به دریای کنر در شرق افغانستان می ریزد که این دریا یکی از شاخه های اصلی دریای کابل محسوب می شود. با این حال حزب تحریک انصاف پاکستان که دولت محلی ایالت خیبر پشتونخوا را در دست دارد نیز ادعا می کند که افغانستان از آب رود سوات نیز بهره می برد. دولت پاکستان در سال 1960 میلادی پروژه برق آبی را در پشاور در دو مرحله روی دریای کابل با حمایت مالی دولت کانادا اجرا نمود. در مرحله اول این پروژه با اعمار بند آب 4 توربین برای تولید برق روی دریا نصب شد که هر توربین بیش از 40 مگاوات برق تولید میکند. در مرحله دوم این پروژه سال 1980 میلادی 2 توربین دیگر را نیز بر روی دریای کابل نصب کرد. با این حال دولت پاکستان پس از اعمار این سد کانال‌های آبیاری بسیاری از جمله ذخیره آبی بزرگ را روی دریای کابل نیز ساخته است که بیش از 25300 هکتار زمین زراعتی را در این کشور آبیاری می کند. با گزارش دی نیشن این در حال است که دریای کابل بزرگترین منبع آبی برای ایالت خیبر پشتونخوا در پاکستان محسوب می شود که از داخل خاک افغانستان سرچشمه می گیرد و در صورت اعمار بند بروی این دریا در افغانستان این ایالت با مشکل بزرگ مواجه خواهد شد. نشریه ستار اند استرایپس چاپ امریکا با آغاز کار دولت دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور جدید ایالات متحده امریکا در مقاله به تقاضای اخیر طالبان
نگاه افغانده و در بخشی از آن می نویسد که طالبان در اعلامیه از دولت ترامپ خواستند که نیروهای امریکایی را کاملا از افغانستان خارج کند، به اشغال آن پایان دهد و در عوض در عرصه های انکشافی این کشور را کمک کند. به نوشته نشریه، طالبان با این خواستهشان نشانه های از همکاری با ایالات متحده امریکا را ابراز نمودند. Stars and Stripes می نویسد هرچند خواست طالبان در رابطه به خروج نیروهای خارجی از افغانستان تقاضای نو و تازه نیست و آنها قبل از این هم به تکرار چنین خواستهایی را مطرح کرده بودند، اما خبر تازه در اعلامیه طالبان تقاضای کمک امریکا در پروژه های انکشافی در افغانستان است که آنها در ماه‌های اخیر آن را مطرح می کنند. طالبان می گویند از پروژه های عامل منفع و برنامه های کمک بشری در افغانستان حمایت می کنند، اما حکومت افغانستان قبلا گفته است که می بینید این وعده طالبان تا چه حد عملی خواهد شد. نشریه Stars and Stripes در ادامه این مقاله می نویسد حکومت افغانستان از سال 2008 میلادی به این سو تلاش نموده تا طالبان را به دور میز مذاکره حاضر نماید. نمایندگان حکومت و طالبان افغان یک بار در سال 2015 میلادی در اسلام آباد پاکستان گرد هم آمدند، ولی روند گفتگوهای صلح حکومت با طالبان افغان از سال 2015 به این سو متوقف شده است. به نوشته نشریه Stars and Stripes، طالبان که در این اواخر در میدان جنگ به پیشرفت‌های نایل آمده و بر مناطق بیشتر کنترل دارند، میگویند تا زمانی به گفتگوهای صلح نمی‌پیوندند که شرایط قبلی آنها پذیرفته نشوند. یک از شروط مهم طالبان خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. طالبان در حال خروج کامل نیروهای آمریکایی را از رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا مطرح می‌کنند که نیروهای محاربوی آمریکا برای اعزام به افغانستان آمادگی می‌گیرند. Stars and Stripes در یک مقاله دیگر در این مورد می‌نویسد حدود 1500 سرباز از لوای اول، فرقه اول قوای محاربوی آمریکا در ماه جاری به افغانستان اعزام می‌شوند. این نیروها از یک و نیم سال به این سو برای استقرار به افغانستان آموزش نظامی دیدند. Stars and Stripes در ادامه می نویسد این اولین گروه از 4000 نفر امریکاست که به افغانستان اعزام خواهند شد. Stars and Stripes در این مورد اینکه نیروهای تازه نفس در کدام ولایت افغانستان مستقر خواهند شد چیزی نگفته، اما افزوده که در حدود 300 عسکر به مثابه نظامیان پیشتاز در افغانستان خدمت میکنند. قبل از این به این کشور آنها وارد شدند. لوی سارنوال افغانستان دستور توقیف 9 تن از محافظین عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را در رابطه با اتهامات اختطاف و آزار جنسی یک رقیب سیاسی دوستم صادر کرد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که این تصمیم نظر به شکایت احمد ایشچی، معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و از مخالفان سیاسی عبدالرشید دوستم صورت گرفت که گفته است دوستم او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. دوستم این اتهامات را به کرات رد کرده و آن را بی‌بنیاد خوانده است. دفتر دوستم همچنان آمادگی خود را برای همکاری با تحقیقات از جانب حکومت اعلام کرده، اما تا امروز در مورد جلب‌هایی که از جانب لوی سارنوالی افغانستان دریافت کرده عکس العمل نشان نداده است. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، دستور توقیف محافظین دوستم روز دوشنبه بعد از آن صادر شد که این افراد 3 حکم جلب محکمه را برای حضور در مقابل محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان نادیده گرفتند. دوستم نیز 3 بار حکم جلب برای حضور در محکمه را نادیده گرفت. وال استریت جورنال گزارش می دهد که به اساس قانون مقام دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به خاطر عدم همکاری در این تحقیقات شاید به حالت تعلیق قرار گرفته شده، تعلیق درآمده و تحت نظارت در خانه‌اش قرار گرفته است.
لوی سارنواله افغانستان گفت که دوستم تا حال متهم به ارتکاب کدام جرم در این قضیه نشده است. این قضیه و امکان محاکمه یک مقام بسیار ارشد و بانفوذ به آزمونی برای حکومت افغانستان و نهادهای عدلی کشور تبدیل شده است. دفتر عبدالرشید دوستم معاون اول جمهوری افغانستان میگوید دوستم از رهگذر حقوقی موقف مشابه با رئیس جمهور دارد و برای برکناری او از این مقام بر رأی دو سوم نمایندگان پارلمان افغانستان نیاز است. اما لوی سارنواله و دفتر رئیس جمهور افغانستان میگویند که در این قضیه با دوستم بمانند سایر ادبای کشور برخورد صورت خواهد گرفت. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت این قضیه سیاسی نیست، بلکه یک قضیه عدلی است و بر اساس قوانین افغانستان با شفافیت به آن رسیدگی می شود و افزود که هیچ کسی فراتر از قانون نمی باشد. تلاش های پیر سید احمد گیلانی در بخش صلح و سرنوشت شورای عالی صلح افغانستان پس از مرگ وی از مهمترین مطالب و تبصره های روزنامه های امروز چاپ کابل است. از جمله روزنامه آرمان ملی در سرمقاله امروز خود می نویسد که نماز جنازه پیر سید احمد گیلانی دیروز در ارگ ریاست جمهوری ادا شد و تدابیر امنیتی نیز جدی بود و برخی از جاده ها برای ترافیک مسدود شده بودند. سرمقاله نویس آرمان ملی می نویسد که کسی مخالف ترتیبات و تدابیر برای مراسم جنازه و خاکسپاری چهره های مطرح که وفات میکنند نیست، اما این تدابیر باید موجب ایجاد مشکل برای دیگران نشود. به گفته سرمقاله نویس آرمان ملی، ارگ ریاست جمهوری برای تصمیم گیری های سیاسی جای مناسب است، اما به نوشته روزنامه برای ادای نماز جنازه جای درست نیست. روزنامه ویسا در مطلب به نقل از عبدالرحمن عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان نوشته است که سید احمد گیلانی در امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی گلبودین نقش بسیار مهم داشت و برای حکومت و طالبان شخص قابل احترام بود. در مطلب به نقل از سلیم گفته شده که طالبان مسلح شماری از نماینده هایشان را نزد پیر گیلانی فرستاده بودند و وی نیز نماینده های را به آدرس طالبان فرستاده بود. عطاءالرحمن سلیم میگوید که شورای عالی صلح افغانستان در بخش صلح به یک مرحله بسیار مهم و خوب رسیده بود. ویسا در مورد سرنوشت شورای عالی صلح پس از مرگ سید احمد گیلانی نیز مطلب جداگانه ای را به نشر رسانده است که در بخش از این مطلب آمده است حکومت باید درباره آجندای صلح به گونه اساسی غور کند، به خاطر که در این مورد تجدید نظر نشود. اگر کدام شخص تاثیرگذار هم با عنوان رئیس این شورا گماشته شود، باز هم کاری را در زمینه صلح انجام دادن نمی تواند. روزنامه 8 صبح می نویسد که شورای عالی صلح به هدف زمینه سازی مذاکرات صلح میان دولت و طالبان به میان آمد. از همان آغاز در مورد اینکه شورای عالی صلح در مذاکرات احتمالی با طالبان نماینده دولت است، با یک میانجی اختلاف نظر وجود داشت. 8 صبح نوشته که شورای عالی صلح از زمان شروع به کارش تا حال دستاورد ملموسی هم نداشته است و بسیاری از اعضای شورای عالی صلح در مورد حسابدهی مالی این شورا تردید دارند. آنان میگویند که دخل و خرج این شورا شفاف نیست. 8 صبح می افزاید واقعیت این است که طالبان آماده مذاکره نیستند. طالبان فکر میکنند که در میدان جنگ پیروز هستند و به زودی به کل کشور مسلط میشوند. با باور نویسنده سرمقاله روزنامه 8 صبح، وقتی وضعیت چنین باشد دیگر نمیتوان وجود شورای عالی صلح با مصارف گزاف آن را توجیه کرد. شورای عالی صلح غیر تلف کردن امکانات و وقت کاری دیگر از پیش نمیبرد. هر کسی هم که رئیس آن باشد نمیتواند این وضعیت را تغییر دهد. باید هر چه زودتر حکومت در مورد لغو شورای عالی صلح تصمیم میگیرد. روزنامه ماندگار نیز می نویسد که حکومت به جای انتخاب جانشین برای پیر سید احمد گیلانی انتخاب دیگری نیز می تواند داشته باشد و آن صرفه‌جویی در مصارف و انحلال این نهاد و سپردن وظایف آن به نهادهای ریشه‌دار و قانونی دیگر است.
ماندگار علاوه میکند که این شورا از بدو تاسیس صدها میلیون دلار را مصرف کرد، اما هیچ سودی در ازای این مصرف به بار نیاورد. در عوض طالبان در ولایات مختلف از طریق شورای عالی صلح پولهای کلان به جیب زدند. اما ماندگار می افزاید که به نظر نمی رسد این شورا منحل شود. بنابراین توصیه می شود که تغییرات بنیادین در ساختار این شورا رونما شود. خب بینیدار ارجمن، هموطنان گرامی، از بخش روزنامه ها و جراید داخلی و خارجی که بگذاریم به صحبت اصلی می رسیم. عده زیادی از هموطنان چه در محافل و مجالس و چه از طریق تلفن و فیسبوک از این جانب تقاضا کردند تا روی سیاست احتمالی آینده آقای دونالد ترامپ در قبال افغانستان صحبت کنم. اما از آن جایی که هیچ چیز تا امروز معلوم نیست و همه حدس و گمان است، بنان من ترجیح دادم تا یکی دو روز دیگر هم معطل کنم یا انتظار بکشم و ببینم که چه انکشافات در رابطه با سیاست خارجی آقای ترامپ منتشر میشه یا ای که به رسانه ها درز میکنه. بنابراین تصمیم گرفتم صحبت امروز اختصاص بدم به بازداشت 9 تن از محافظین عبدالرشید دوستم. البته سعی میکنم روز پنجشنبه روی سیاست جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان صحبت کنم. البته هرچی که امروز تعبیر و تفسیر و توجیه میشه حدس و گمان هاست. خوشبینی ها از جانب دولت افغانستان بسیار زیاد است، اما ای که آقای ترامپ در قبال افغانستان چی سیاست را اتخاذ خواهد کرد مشکل است که آدم رویش صحبت کنه تا زمانی که کمی آگاهی پیدا نکنه یا آگاهی نداشته باشد. بر صورت لوی سارنواله افغانستان تایید کرده است که حکم بازداشت 9 تن از نیروهای عبدالرشید دوستم به دلیل شکایت احمد ایشچی از محافظان دوستم صادر شده است. این 9 تن متهم به بدرفتاری با احمد ایشچی هستند. سکوت در مورد دوسیه دوستم با توجه به شکایت احمد ایشچی سبب انتقادهایی شده بود، اما حالا با صادر شدن حکم لوی سارنواله افغانستان مبنی بر بازداشت 9 تن از محافظان دوستم، این دوسیه وارد مرحله جدید شده است. به نظر می رسد که این آخر کار نیست و در صورتی که محافظان دوستم بازداشت شوند احتمالاً محدودیت های بر خود دوستم نیز وضع می شود. این نخستین مورد پیگیری دوسیه متعلق به شخصیت ها و مقامات سیاسی در افغانستان است، آن هم با مورد اتهامی که همه را شوکه کرده است، یعنی اینکه رئیس معاون رئیس جمهور افغانستان یک عمل غیر اخلاقی انجام داده است. در حالی که عبدالرشید دوستم قبل از اینکه به مقام اول ریاست جمهوری افغانستان یا معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان نائل شود یا انتخاب شود، او در زمانی که به حیث یک جنگسالار در مناطق شمال افغانستان از نفوذ زیاد برخوردار بود، اعمال انجام داده که او اعمالش هم اگر مورد پیگرد قانونی قرار بگیره، شاید آقای دوستم اگر اعدام نشه متباقی عمر خود بایست در زندان سپری کنه. از کشتار، تجاوز، دزدی، غارت گرفته تا آنچه عمل یا اعمال شنی که در دنیا هست، در جهان هست، آقای دوستم او را تجربه کرده. اتهام بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی به امر و فرمان دوستم توسط محافظانش و طبق ادای ایشچی اتهام اندک نیست و کل جامعه را به تبصره و عکس العمل واداشته است. اما با توجه به موقعیتی که دوستم با عنوان معاون اول رئیس جمهور دارد و با توجه به تاثیرگذاری او در تعاملات سالهای پسین، با این دوسیه بسیار مصلحت گرایانه برخورد شده است. یکی از دلایل این که با این دوسیه مصلحت گرایانه برخورد شده است شاید نفوذ یا نقش آقای غنی به حیث رئیس جمهور باشد، زیرا در دوسیه دوستم به صورت غیر مستقیم آقای غنی هم
البته مورد سوال باید قرار بگیرن که چطور یک شخصیت را که خودش در جریان مصاحبه با یک رسانه خارجی او را به جنایتکار او را جنایتکار خوانده بود و او را به حیث جنایتکار جنگی معرفی کرده بود، همین شخص به حیث معاون اول ریاست جمهوری انتخاب کرد. مسلما در صورت که محافظان دوستم به لوی سارنوالی تحویل داده شوند و تحقیقات از آنان آغاز شود، پای شخص دوستم نیز وسط کشیده می شود، زیرا اصل شکایتی که صورت گرفته از دوستم است و اگر ثابت شود که محافظان او عملی را در حق ایشچی انجام دادند، دوستم نمی تواند براءت حاصل کند، زیرا محافظان نوی خواهند گفت که به امر معاون اولی ریاست جمهوری ایشچی را مورد ضرب و شکنجه قرار دادند. دوستم در گذشته هم همچو اعمال را انجام داده، تجاوز بر حریم آقای اکبربای، به همدستی عده از افراد و اشخاص به شمول لطیف پدرام و همچنان مورد تجاوز قرار دادن آقای زکی وزیر مشاور آقای اشرف غنی، ای خود مثال هاییست که هیچ کس نمیتونه آن را کتمان کند. به هر صورت حالا این قضیه هم برای ریاست جمهوری یک جنجال و معما شده، زیرا آقای غنی شخص معلوم الحاله چون دوستم را به حیث معاون اول خود انتخاب کرده و هم برای نهادهای عدلی و قضایی کشور. دوستم حالا یک فرد عادی نیست، او یک مقام عالی دولتی و یک رهبر قومی سیاسی است که نگهبانان و هواخواهان زیادی با خود دارد که ممکن است در برابر هر اتفاق از خود عکس العمل نشان دهد. و به اساس گزارش های غیر موثق، دوستم زمانی که به کابل عودت کرد با خود در حدود 2500 تا 3000 سرباز انتقال داده است، به شمول سلاح‌های ثقیله و خفیفه. ولی حالا که دوستم در کابل است و محافظانش مورد تعقیب عدلی قرار خواهند گرفت، اگر اتهامات ایشچی درست ثابت شوند، ارگ ریاست جمهوری و آقای اشرف غنی به هیچ وجه نمیتواند از دوستم محافظت کند. در صورت مداخله و حمایت ارگ، حداقل در اذهان عامه دوستم محکوم به مجازات است و هیچ کسی قادر نیست ذهنیت مردم را تغییر بدهد، حتی اگر دوستم در خانهش نظر بند شود و مورد تحقیق قرار بگیرد، باز هم مشکل بزرگ پیش روی دولت آقای غنی قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر تا به حال چندین نامه از جانب لوی سارنوالی افغانستان به دوستم فرستاده شده است، اما این نامه ها همه بی پاسخ ماندن. جالب است در هفته گذشته آخرین نامه که به دوستم فرستاده شد بر مدت 3 روز این نامه مفقود بود. از لوی سارنوالی تا خانه دوستم یا تا دفتر دوستم تا قصر دوستم آخرین جلب را که لوی سارنوالی فرستاده بود برش، این مفقود الاثر بود و تا امروز معلوم نشد که سرنوشت این جلب سوم به کجا رسیده. اما به اساس گزارش هایی را که ما بعدا تعقیب کردیم و مشاهده کردیم، فکر میکنم پس از تقریبا 72 ساعت جلب سومی هم با آقای دوستم تحویل داده شد. این مسئله نشان میدهد که جلب محافظان دوستم نیز ممکن است با همین سرنوشت مواجه شود. در هر صورت تحقق عدالت، آن هم هنگامی که پای بزرگان و مقامات حکومتی در میان باشد، مشکلات فراوان به دنبال دارد، اما اراده متین و صادقانه می تواند همه مشکلات را حل کند. دوستم نیز باید با پروسه تحقیق و تطبیق قانون و عدالت همکاری کند و حتی اگر پای خودش هم دخیل است به دولت پاسخ درست بدهد. حالا زمان آن گذشته است که آقای دوستم به جنگ خیابانی بپردازد. آیا زمان آن گذشته است که آقای دوستم از ملیشه های شخصی استفاده کند، در حالی که در کشور ما همکنون بیش از 15,000 سرباز خارجی حضور دارد
و جانب امی دولت وحدت ملی هم مورد حمایت همین عساکر و سربازان خارجی است. این انتظار شاید بسیار ایدئال به نظر برسد، اما در صورتی که تطبیق عدالت، گزینشی، سیاسی و تبعیض آلود نباشد، ممکن است عدالت در جای خود قرار بگیرد. انتظار می رود که مقامات عدلی و قضایی افغانستان نیز با این دوسیه برخورد غیر سیاسی و غیر قومی کنند، زیرا شایبه های وجود دارد که طرح این قضیه از روز اول به هدف با کنترل گرفتن دوستم و بازی های منطقه‌ای جاری در افغانستان بوده باشد. یقینا تحقیق عادلانه می تواند حقایق ماجرا و اسرار این دوسیه را آشکار بسازد. با هم می رویم و گزارش را که در این رابطه برای شما آماده ساخته ایم، یعنی به صورت ویدیویی از نزدیک تماشا می کنیم. تا دقایق دیگر برمی گردیم، با ما باشید. ساز و برگ های تازه پرونده جنرال دوستم. آیا دادستانی می تواند معاون اول ریاست جمهوری را بازداشت کند؟ با هر جبهتان هیئت تحقیق دادستانی کل تا هنوز سه نامه یا همان جلب عنوانی معاون اول ریاست جمهوری فرستاده است. آقای دوستم اما پاسخ هیچ یک از این نامه ها را نداده و حاضر به پاسخگویی به دادستان ها نشده است. دادستان کل بر روزنامه وال استریت ژورنال گفته است که به دلیل عدم پاسخگویی و همکاری جنرال دوستم بر بنیاد قانون ممکن وظیفه او به حالت تعلیق درآید و خودش در بازداشت خانگی قرار گیرد. در پرونده آزار و اذیت جنسی احمد اشچی، نو نگهبان آقای دوستم نیز متهمند. این نگهبانان آقای دوستم هم پس از سه جلب حاضر به پاسخگویی نشدند. به همین دلیل دادستانی کل دستور بازداشت آنان را صادر کرده است. از این که در مقابل جلبای اداره سارنولی اینا به احضار حضور نیافتند، هیئت تحقیق ناگزیر قرار گرفتاری نوتن از اشخاص افراد را که مورد ادعای آقای اشچی بود صادر و تا صحت و سقم ادای آقای اشچی از یک طرف و اجرات دیگه ای که در زمینه لازم است از طرف هیئت تحقیق مرعی گردد و اجراات هم عملی شود. احمد اشچی در کابل است و به گونه جدی پرونده اش را دنبال می کند. او دستور بازداشت نو نگهبان جنرال دوستم را کافی نمی داند. خواستش تعلیق وظیفه معاون اول ریاست جمهوری است. تقاضای جدی ما از لوی سارنوالی افغانستان و منعیس کل از رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، خواهش جدی ما همی است که هرچه عاجل وظیفه ازی جنایتکار را به تعلیق بیندازن و ممنوع الخروج اعلان بکنن که تای پرونده مطابق قانون عادلانه و شفاف باید بررسی شود. در قانون اساسی هم مورد وجود ندارد که در صورت مرتکب شدن جرم از سوی معاون اول ریاست جمهوری چه برخورد با او شود. اما برخی حقوقدانان باور دارند که ماده 69 قانون اساسی درباره رئیس جمهور میتواند بر معاونان رئیس جمهور هم عملی شود. ماده 69 قانون اساسی تاکید کرده که رئیس جمهور در برابر ملت و مجلس نمایندگان مسئول است و اتهام بر ضد رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از سوی یک ثلث کل اعضای مجلس تقاضا شده و در صورتی که این تقاضا از سوی دو ثلث کل آرای مجلس تایید گردد در مدت یک ماه لوی جرگه برگزار می شود. معاون اول جاگزین رئیس جمهور است. بنان این موضوع جرم و جنایت و خیانت ملی که در موضوع ماده 69 قانون اساسی ذکر شده و این از طریق شورا مطرح میشه، به یک سلس پیشنیاد میشه و دو سلس کل اعضا را تایید میکنه، سرانجام محکمه اختصاصی جرم میشه. هیچ یک از سخنگویان و نزدیکان آقای دوستم حاضر نیستند تا درباره اقدام‌های تازه دادستانی کل صحبت کنند. بیشتر اما آنان گفتند که نهادهای عدلی و قضایی صلاحیت بازپرس از معاون اول ریاست جمهوری را ندارند. چند پرونده جنرال دوستم هم برای دولت با ویژه نهادهای عدلی و قضایی و هم برای خود معاون اول ریاست جمهوری حیثیتی شده است. آزمون سخت و دشواری که
سیاسی شدن آن میتواند برای افغانستان و اما پیشنهاد ما به عبدالرشید دوستم چیست؟ دوستم باید در یک محکمه اختصاصی رسمی از خود دفاع کند و باید وکیل مدافع خود را به محکمه معرفی کند. جرگه های قومی به هیچ وجه نمی تواند از جرایم و از جنایت نمایندگی کند و یا همچون مسائل را حل و فصل کند و یا بهتر است بگویم عدالت را تامین کند، زیرا مشکل سیاسی نیست، مسئله جنایی است. شاکی دوستم هم جرگه قومی را قبول ندارد و آقای دوستم چندین بار جرگه قومی را پیشنهاد نموده است. در تاریخ افغانستان هیچ وقت اتفاق نفتاده که به خاطر یک جرم و جنایت فرض کنین که لوی جرگه دایر شده باشه. لوی جرگه مسائل بسیار بزرگ کشور، مسائل سیاسی را، مسائل ملی را روش صحبت میکنن و تصمیم اتخاذ میکنن، نه ای که معاون اول ریاست جمهوری بره و مرتکب جرم و جنایت شه و بعدا خواستار تدویر لوی جرگه شوه یا تدویر جرگه های قومی شوه. جامعه جهانی هم عدالت میخواهد. یک از شرایط ادامه یا استمرار کمک های خارجی به افغانستان تامین عدالت در افغانستان است. عدالت هم صرف از مجرای یک محکمه رسمی تامین می شود. بدون برگزاری یک محکمه رسمی نه افکار عمومی قانع می شود، نه جامعه جهانی و نه شاکی خصوصی دوستم یعنی آقای ایشچی. هیچ کسی انکار کردن نمی تواند که معاون اول ریاست جمهوری در حوزه نفوذش، یعنی در بین ازبک های افغانستان، او یک چهره شاخص و به زعم خودشان قهرمان است. اما اگر او از طریق وکیل مدافع در یک محکمه رسمی از خود دفاع کند، چیزی از وی کم نمی شود. و اگر مرتکب جرم و جنایت شده بود و یا ای که جرمش ثابت شد، در او صورت مجبور است قانون و عدالت را بپذیرد. در دنیا سیاستمداران زیادی بودند که در محاکم از خود دفاع کردند. همین چند سال پیش آقای بیل کلینتون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در دهه 90 میلادی از سوی یک کارمند قصر سفید به محکمه کشانده شد. کلینتون با آن که به محکمه رفت توانست به کارش ادامه بدهد. همسر او هم نامزد انتخابات اخیری ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بود. کلینتون تا حال هم توانسته است نفوذ سیاسی خود را حفظ کند. اما از آنجایی که در کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا قوم و منطقه و زبان اهمیت نداره، بنان در فرق آقای کلینتون با آقای دوستم در این است که آقای دوستم خود را یک زعیم یا یک بزرگ یا یک قهرمان قومی میداند، در حالی که آقای کلینتون برخلاف. آقای کلینتون با درایت، با تحصیل، با تجربه توانسته است در دل مردم آمریکا برای همیش جای داشته باشد. امپراتوری کلینتون ها در حزب دموکرات آمریکا بسیار قدرت دارد. معاون اول ریاست جمهوری هم می تواند وکیل مدافعش را به محکمه بفرستد تا از او دفاع کند و در عین زمان حوزه نفوذ خود را حفظ نماید. در صورتی که محکمه به خاطر جرمی که انجام داده او را راهی زندان نکنه و یا ای که کدام جزای دیگه برش تعیین نکنند. اگر او به محکمه قانون و شاکی خصوصی اهمیت ندهد، چیزی به نام محکمه و عدالت رسمی ابهت نداشته خود را از دست می دهد. قشر مکتب خوانده افغانستان آرزو دارد که محکمه و عدالت رسمی در افغانستان با وجود آلودگی هایش صاحب ابهت و اعتبار شود. عدالت خیابانی و غیر رسمی در میدان بسکشی یا در جاده یا در قله کو یا در دشت و صحرا
در نبود محاکم رسمی بک فرهنگ خدای ناخواستن نشه که بدل شوه. حتما دوستان و اطرافیانش نمیخواهند که عدالت خیابانی بخشی از فرهنگ عمومی شود. وقتی هر کسی به خودش حق بدهد که از کسی که فکر میکند به او ستم کرده در روی جاده انتقام بگیرد مانند طالبان، چیزی از جامعه باقی نمیماند. وقتی وضعیت به آن سمت برود زندگی هیچ کسی محفوظ نخواهد بود. نخبگان بشریت برای تضمین اصل بقای جامعه انسانی فیصله کردند که باید دولتی وجود داشته باشد و یک دستگاه قضایی رسمی مورد توافق همه شکل بگیرد تا ملامت و سلامت را تشخیص دهد. هر انسان با آنکه صلاحیت سیاسی و قانونگذاری دارد اما صلاحیت قضایی ندارد. همین انسان صلاحیت سیاسی و قانونگذاریش را به سیاستمداران و قانونگذارانی که بر آنان اعتماد دارند واگذار میکنند. قانونگذاران به نیابت از موکلانشان قانون میسازند و حکومت کنندگان به نیابت از رای دهندگان آن کشور قوانین را به مرحله اجرا میگذارند. در این میان قوه قضاییه داور است. قوه قضایی در مورد قانون شکنی و کسی که بر شخص حقوقی و حکمی دیگر اتهام قانون شکنی بسته است داوری میکند. اگر مشروعیت داوری از قوه قضاییه گرفته شود دیگر هیچ کس نمیتواند تضمین کند که کشت و خون بیشتر نمیشود و نظم اجتماعی از هم نمیپاشد. ابهت محاکم رسمی هم وقت تثبیت میشود که بلند پایگان دولت به آنجا بروند و به شاکی های خصوصیشان جواب بدهند. وقتی مردم آن ببینند که معاون اول ریاست جمهوری به محکمه احترام دارد و وکیل مدافعش را به آنجا میفرستد، باور تمام مردم به قوه قضایی اعاده می شود. اگر دوستم وکیل مدافع خود را به محکمه نفرستد، شایعات و نظریه های دسیسه قوت می گیرد و بسیاری ها باور می کنند که برخی از کشورهای خارجی مداخله کردند و نگذاشتند که محکمه در مورد دوستم فیصله کند. وقت شایعه بر افکار عمومی مسلط شود، زیان آن به تمام دستگاه دولت، سیاستمداران و شخص دوستم میرسد و مردم را نسبت به محاکم رسمی و قوه قضایی افغانستان که متاسفانه هیچ اعتماد و هیچ اعتبار متاسفانه در نزد مردم ندارد، بیش از پیش بی‌باور میسازد. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، و در اینجا میرسیم به پایان صحبت امروز. میریم به سراغ چند خط تلفن که نظریات و پیشنهادات سالم و سودمند شما را داشته باشیم. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. سلام علیکم. من خدمت شما سلام احترام تقدیم میکنم. بینید ارجمند، بفرمایید. سلام محترم، فقط معمول میگم که شما متوجه هستین که حقوق بشر یعنی یک دیالوگ. بله. و زورمندا هیچ وقت عملی نشده. بله. همیشه اگر در یک جای ضعیف گیر آمده، بازو به حقوق بشر و به قانون و به هر چیز ترش تطبیق شده که به خاطر که او ضعیف است. عمل در افغانستان شما متوجه شدین مسائل همین زمین ها را که یک دو نفر گرفتن فرمولته که یک بیز جریب، در حال که کسایی وجود داره. بله، میلیون ها جریب زمین زدن. همین زورمندا، همین جنگسالارا امروز میلیون ها نه، به هزارها جریب زمین اینا گفته مردم به غارت بردن، به چپاول بردن. کاملا گپتان درست است. دوستم اسد اشرف غنی به اساس یک تایید سازش سیاسی که از پیشگیری خود جمعیتی ها را برداشته باشه به معاونیت، به او خاطر آورده در سطح معاونیت رهبری. بله. شما نگوین که اقلیت، یعنی اقلیت هم میتونه در جای نفوذ اکثریت قرار بگیره. با او اساس یک تعهد کتشتاق و ایل آور دهیجا. شما باور داشته باشین که از او حالت که 3,000 نفر ایتا کانتینر کشید. بله بله، من گفتم، من یادواری کردم. بله بله، گپتان درست. از او که در بالا نیست، باز ای فیل را که به ای آدم کده به ای دگاه هم تیر شده. شما متوجه شده که حتی هم فقط نگوش دولت شنیده. بله بله، امی آقای کرزای در وقت، آقای کرزای وقتی که بر حریم خصوصی آقای اکبربای آدم تجاوز کرد،
یک چند روز زیر تحت نظارت حکومت یا نیروهای خارجی بود، بعدن مسئله انتخابات شده، دیدیم که چی استفاده های از دوستم برای رسیدن بر قدرت یا برای ادامه قدرت صورت نگرفت. گپتان درست است کاملا. مسکنی ها یک چیز دیگه، شما متوجه باشین که برای خارجی ها داشتن نفوذ نظامی ارزش داره. خدا کنه که هزار کیس دیگه هم پرتن، برای دوستان این مردم های خارجی بخاطر که میتونن ازش منافع خود به دست بیارن. بله، مثل که کانگرسمن کالیفرنیا آقای رورباکر دیروز در مقاله از عبدالرشید دوستم دفاع میکنه. من خبر دارم که در طول 30 سال یا 40 سال گذشته امیر آرباکر چی روابط با جنگسالارهای افغانستان داشته و من موثق نمیگم، اما یعنی گمان میره که مبالغ زیاد پول هم آقای آرباکر از جنگسالارهای افغانستان دریافت کرده باشه، به شمول عبدالرشید دوستم. بله، شما در وقت نجیب هم یوامو دوستم است که به بلس پیسه میگره به کانتینر جنگ میکرد. وقتی که امریکایی ها آمد کلگی میگفتن که حوال امیره دادار میکردن. نخواه دیده که دو چقدر. و جالب است که شاید شما اطلاع داشته باشین، هالیوود فیلم میسازه در مورد عبدالرشید دوستم. ما در هفته گذشته با تهیه کننده این فیلم نان چاشت یک جای خوردم، یا یکی از کسایی که یکی از تهیه کنندگانش، وقتی که سناریو رو به من گفت، من سوال کردم که آیا دوستم در این فیلم باعث یک خائن است، یک فاسد است یا یک قهرمان؟ والا گفت متاسفانه یک قهرمان. ما گفت با وجود که من اطلاع داشتم نظر به اسناد و مدارک، متاسفانه تهیه کننده یا نویسنده یا سناریست این فیلم نظر من قبول نکرد و این فیلم امکان داره در اواخر امسال، یعنی سال اواخر سال 2017 میلادی برای اکران بیاید. یعنی معلوم میشه که اینجا مسائل مادی مطرح است که در همچه یک وقت امریکایی ها فیلم میسازن و از یک جنایتکار یک قهرمان میسازن. اگر امیر با عرض معذرت که با شاید بینداز تصور نکنه که من بخاطر مسائل جنگ های ملی این گپ ها میدارم، اگر همین یک پشتون می بود وقتی قانون سرش تطبیق می شد نگه درست است من؟ بله، خواهش می کنم. بله، تشکر. تشکر از لطف. مهربان هستیم، تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمین. تلویزیون آریانا افغانستان، تلویزیون آریانا افغانستان بفرمین. سلام علیکم آقای مسکینی. من خدمت شما سلام احترام تقدیم می کنم. از کجا زنگ می زنین؟ ما از ایران تماس میگیرم خدمت شما و بینندگان شما. خواهش میکنم زنده باشین. ما دوست دارم نظر خودم روی آقای دوستم اعلام کنم. نظر ما است که شما باور داشته باشین که آمدن آقای مدیار در مسئله دوستم نقش کلیدی خواهد بازی کرد. آقای گلبدین مدیار رابط بسیار عتیقه درینه با رئیس جمهور ترکیه دارد. درست است. آقای مدیار آمدن در افغانستان استفاده سیاسی خودش از داستان یا از مسئله آقای دوستم میکنه، یک برداشت سیاسی کاری آقای دوستم را به پایان میبرد و آقای دوستم برنده بیرون میآید. چون عدالت یا کدام بگم که اقامت سیاسی بر اساس عدالت در افغانستان نیست، این کاری آقای اشتی یا مسئله آقای دوستم در یک برداشت سیاسی به نفع آقای دوستم با پایان میرسد. متاسفم. تشکر بسیار. تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. حضور برادر بزرگوارم مسکینیار صاحب احترام. السلام علیکم صاحب. نوری صاحب محترم، خوب هستی صاحب؟ من صحبت های جناب شما را شنودم، کاملا موافق هستم و من یک تفسیره بسیار کوچک که یک دقیقه داره، باز یک سوال هم از جناب شما دارم. خواهش میکنم بفرمایید. برادر گرانقدرم مسکینیار صاحب، با عرض احترام، حکومت وحدت ملی به نام است و همه میدانند برای مردم افغانستان خیانت شد. آقای اشرف غنی و عبدالله دوستم چطور و موقف و مقام تکیه زدند و او به چوکی و بعضی از وزرا و معامله گیری وابسته به بیگانه ها ارتباط دارند. بین پارلمان حکومت تضاد، بین قوه قضایه و حکومت سبب تشدد زیاد در امور اداری مملکت گردیده است. بله. این اوضاع یک پریشانی عمومی را به وجود آورده است. بنابراین جنگ طالبان، مداخله کشورهای بیگانه و خصوص پاکستان، چه
چین، روسیه، ایران، عربستان سعودی و شیخ نشینان خلیج فعالند. امروز حکومت ملی استقلال سیاسی تمامیت ارضی افغانستان واقعا در خطر واقع شده و اجاب میکنه تمامی افغان ها در داخل و خارج اوضارا درست و منصفانه و از روی حفظ منافع اولیای کشور تحلیل نمایند و از طریق برسانه ها به ذهنیت عامه برسانند. ارتباط های قومی، نژادی، زبانی، مذهبی این طرف و آن طرف را فراموش باید کرد که این تلقی و دید وطن را به سوی بربادی می کشاند. روشن فکران در جال متعصبان نژادی و زبانی خود را گیر نسازند تا نیروی صلح تقویت بگردد و کشور ما از تباهی نجات خواهند یافت. برادر محترم مسکینی ها صاحب، سوال من اکنا به شما این است که بین جنرال دوستم، اشرف غنی و حنیف اتمر خائن و اصنشینان خودی حکومت خواهند بود؟ جناب شما در این مورد چه فکر میکنید؟ از طریق تلویزیون میشنوم. بله نوری صاحب محترم، سوالتان را تکرار میکنین؟ گفتین بین عبدالرشید دوستم، اشرف غنی و آقای اتمر چی کده گفتین؟ بله سوال من از جناب شما این است که بین جنرال دوستم، اشرف غنی، حنیف اتمر و اصنشینان مخالفت های وجود داره، سقوط حکومت خواهند بود؟ جناب شما در این مورد چه فکر میکنید؟ برد و احترام. زنده باشین، تشکر. من خود در مجموع برتان بگم که اگر حمایت خارجی نباشه و اگر همی مداخله وزیر خارجه امریکا نمی بود، این دولت قبلا متلاشی شده بود. من نام نمیبرم، اما یکی از مقامات ایروبه دولت فعلی افغانستان که یک بخش عمده حکومت وحدت ملی را تشکیل میده، در آغاز به ما گفته بود که دو ماه این دولت وحدت ملی ادامه پیدا نمیکنه. یعنی چی میگن؟ علم و دانش و تجربه و فراست و تاریخ و هر آنچه که ما به او باورمند هستیم، او هیچ کدام راه را بر ادامه این دولت نشان نمیده. یعنی عملا این دولت در معرض فروپاشی، چی که در فروپاشی غرق است، اما دستهای خارجی یا خارجی ها این را فعلا نگه داشتن. و به یک دلایل که ما در مورد سیاست آقای ترامپ در قبال افغانستان صحبت نکردم همی بود که یعنی امکان زیاد داره که ترامپ در مورد افغانستان تجدید نظر کنه و هر کسی که میخواهد در مورد افغانستان تجدید نظر کنه و موافقت خود را رقم بزنه مثل ایالات متحده آمریکا، باید به عمر دولت وحدت ملی یا همچون دولتهایی که در گذشته ما داشتیم یا در آینده اگر به می شکل ادامه پیدا کنه اینا باید پایان بتن، واقعا قدرت به مردم افغانستان واگذار شوند. من هیچ فراموش نمی کنم در اولین مصاحبه که با آقای خلیلزاد در واشنگتن ما داشتم، بعث افغان، از آقای خلیلزاد بسیار سپاسگزاری و امتنان کردم ای که بعث نماینده جورج بوش در امور افغانستان امروز کشور ما را از مصائب و از بدبختی هایی که از طریق طالبان بر مردم وارد شده بود نجات داد. اما من گوشزد کردم با آقای خلیلزاد که بسیار تشکر و بسیار ما امتنان میکنه مردم افغانستان، اما بگذارین که مردم افغانستان خودشان سرنوشت خود تعیین کنند. اما متاسفانه بچهای گپ ناشنو آقای خلیلزاد، آقای کرزی و سایرین، ببینین که امروز افغانستان به چی حال و چی روز انداختن. اگر واقعا آقای خلیلزاد و امثال آنها منافع مردم افغانستان موازی با منافع ایالات متحده آمریکا یا کشورهای غربی در نظر می گرفتن، امروز نه بدنامی و این نفرت برای ایالات متحده آمریکا در سطح جهانی پیدا می شد و نه ما یا مردم افغانستان با همچی یک مصیبت به نام حکومت وحدت ملی دچار می شد. تلویزیون آریانا افغانستان. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. آقای مسئول سلامی ترامات برای خدمت شما تقدیم میکنم. زنده باشین سر میربان استم، خواهش میکنم. فقط از شما به سوال داشتم، اول که در مورد محمد نور که میخواهی که در دولت در مرکز به آیا ای سکتم سواب پیشرفت در افغانستان میشه، برای از اینکه ای بایوا دیدی که بیا بگه در افغانستان بیکاری است، در افغانستان باید اقتصاد خراب است، میگه جمعیت کم رنگ است، در حالی که در خود افغانستان افغانستان امروز دیدیم این چی آن است. آیا این کدام بیدید به نظر شما پیدا میکنه؟ و دیگر غیر از برازی بسیار پروپاگندا میشه برای آقای اتوامد نور که میگه که مزار شریف بلند منزلات داخته و آرامی است.
برنمندلا را آقای مسکنیا شما میکنین که در قبل پیش از مردم مدار کلیشان پولدار بودد و خانه های که ساخته شده اکثریش خود از خود ارخام آمد نوری آخیش قومایش هست و دیگه ای که اینا میگن که آیا این میگن پیشرفت ترقیب یا پیشرفت ترقیب این کشاف به اساس از اینی باشد به اکثریت مردم افغانستان برسه مایی خوب به منطقه به چیز نرسیده دیگه مسئله امنیت میگه و چرا چیز خود خرابکنه های شما شنیدین که یکی از جنگ سالارا شارک هایشان خراب شده باشه نشده یک از شکریه بارده یک وقت شد که هم یک چیز نیم کاره بوده امید فقط از شما سوال میکنم زنده باشین تشکر من حتما یکی دو تلفن دیگر میگیرم به سوالتان پاسخ میتم تشکر تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید مسکینیان سر سلام خدمت شما دارم من خدمت شما سلام احترام تقدیم میکنم بینید ارجمند از کجا زنگ میزنین من از هامبورگ جرمنی از نوابیستم بفرمایید نوابیستم من در خدمت شما هستم مسکینیان یک زمان چند سال پیش اگه به خاطر داشته باشین جان. چودری رئیس قضای پاکستان بله جنرال مشرف با امو قدرت نظامیش با محکمه کشان بله وظیفه برکنار کرد بله حال حمیدی اگر همت داره اگر شهامت داره زمانی که این مکتوب کشیده و حد اقلی رو در محکمه میکشانه شما میفهمین که اگر جنرال دوستم به زیر دستای خود هدایت نمیداد هرگز زیر دستایش جرات این کار نداشت دوستم هدایت داده و این کار انجام داده این یک واقعیت است سالهای کار کرده و همیشه میکنه این در زمیر در سرشتش آمیخته شده لحاظا رئیس استر محکمه افغانستان در مورد وزرا اصلا هیچ صدای خود نمیکشد دو ماه شده که مکتوب برش رفته و این جرأت شهامت و غیرت از این نداره که برای اینا بگویه که اینمی فیصله را که شورا تصمیم گرفته این فیصله قانونی است و خود خف و چپ گرفته حداقل اگر حمیدی صاحب اگر اجراءاتی کرده که این به محکمه بکشانه این جرأتش است شهامتش است روسا همیشه به جرأت کار درست انجام ندادن روی امریکایی و روی روسیه بسیار تفاوت دارد اگر اشرف غنی جرأت بکنه شهامت بکنه و این قضایا را به واقعیتش بررسی بکنه این برای خودش هم یک کریدیت است برای ملت هم و مردم را پشتش استاد میشن زنده باشین تشکر من در این مورد هم تبصره خواهد کردم تلویزیون آریان افغانستان بفرمایید تلویزیون آریان افغانستان مسکنیاس محترم سلام علیکم من خدمت شما سلام احترام تقدیم میکنم بفرمایید سب خوش آمده باز دست خدمت شما خواهش میکنم تقدیم از علاقه گرتم اگه اجازه باشم هم نظر آقای خواهش میکنم بفرمایید سب آقای محترم مسکنیار با آن که نظر شخصی جرم نیست در قسمت آقای جنرال دوستون باید گفت یک نظامیگر ملیتریست یک کنکار با تجربه معاملگر در چه سال افغانستان است باید گفت در قسمت آقای اشتی که تجاوز صورت گرفته و تجاوز صاحب شفاخانه امریکایا در بکرام و شفاخانه وچرک برخان رد کرد گفت لطکو بخورده مگر تجاوز نشده این معامله را امیدوسی دوستم است یک رقم در نیم میرسانه از دیدگاه من آقای محترم مسکنیار دوستم سه ماه پیش بر آقای عطمر مرموز و آقای غنی اختار داده بود که من میتونم در دو سال شما را خل سلاح کنم مثل نجیب باره در دار ویزانتان کنیم مور طالبا کرد من خودم شما را میکنم فراموش نکنیم آقای محترم مسکینیار آقای دوستم از ات کمزور فکر نکنیم یک هفته پیش آقای دوستم با 3000 توپ و تانک و جبهخانه مثلث های بامده امیال در تپه وزیر اکبرخان و در تپه شیرپور صاحب خود جا به جا کرده امروز که تر آوازا خیست با وجود که گفای مزهک سخنگوی سارنوال لوی سارنوال صاحب کل گفای دی سراب است اگر دوستم گیر میکنن امروز باید وزارت داخله و نفرایش هم میگرفت و راه های چارایی های طرف ارگ امروز بسته شده از دیدگاه شما صاحب اگر دوستم بگیره چی خواهد شد با مقا نیروی دیگه 3000 نیرو صاحب در چهار طرف ارگ داره تشکر که مرا وقت دارید زنده باشین تشکر تلویزیون آریان افغانستان بفرمین سلام علیکم آقای نیستی سلام علیکم صاحب چطور است آقای صاحب صاحب شما خوب هستید سلام جمع خور رخته یه دنیا هستم که نیستی تشکر صاحب دیر تشکر صاحب تو هستید مهربان هستید صاحب دا در نویرسی جمهور سخه دغه خواهش کوم چې دا د کونتنامو مافس شیخ لاسکری دی په دې جنایتکارانو چې ټکړی وو
و چې په دغه جنایتکاران د افغانستان جنایتکاران دي و چې په دې دغه دکې چې دغه د افغانستان جنایتکاران راځي په دغه بندیخانه کې بندیان چې د ګوانتانامو د خدای په غضب کې د جنایتکاران گرفتار شي. زنده باشین سپ، تشکر. درست است، درست است. خب بیننده ارجمند، من میپردازم به جواب سوالات یا سوالای بیننده ارجمند. سوالات معذرت میخوام. در مورد آقای عطا محمد نور، من فکر میکنم که آقای غنی بسان آقای کرزی که مصروف معاملات سیاسی است، میخواست آقای عطا را هم پایشه در ماجراهای داخلی، یعنی در تصادمات قومی بکشانه، اما نزاکتی که پیدا شد مبنی بر این که آقای عطا اعلان کرد که از ما دعوت شده که به حیث معاون اول ریاست جمهوری در صورت کنار رفتن عبدالرشید دوستم ایفای وظیفه کنم، و بعدا مقامات ارگ ریاست جمهوری را رد کردن و گفتن یک موضوع خصوصی بود، و تا جایی که من اطلاع دارم در جریان ملاقات یا مذاکرات که بین نماینده های دوستم و آقای غنی صورت گرفته، یکی از اعضای هیئت آقای غنی که آقای اکلیل حکیمی وزیر مالیه باشه، این پیشنهاد به آقای عطا محمد نور ارائه کرده. یعنی که شما چی فکر میکنین که اگر مقام اول ریاست جمهوری به شما سپرده شود، و بعدن ارگ ریاست جمهوری افغانستان این یک صحبت خصوصی و شخصی تلقی کرد، و در حالی که یکی از نماینده های رسمی و ارشد آقای اشرف غنی مسئله را مطرح کرد، من هم اگر عوض آقای عطا محمد نور می بودم، من این به می شکل تعبیر می کردم که گویا با آقای اکلیل حکیمی وظیفه سپرده شده که این مسئله را با ما مطرح کنه، و در حال اما آقای عطا محمد نور از هوشیاری و خیشتنداری استفاده کرد، در حالی که به صورت دیپلماتیک می تانست یک جواب ارائه کنه، اما او گفت که من ایفم خیرات خور نیستم یا چطور یا چیکار. اما اگر در همچه حالات همچه یک مقام به یک آدم پیشنهاد میشه، مثلا مسئله خیرات نیست، مثلا مسئله منافع ملی است. و در مورد ای که اگر آقای عطا محمد نور یک مقام بالا یا ارشد در دولت افغانستان اشغال کنه یا بدست بیاره، چی تغییرات در افغانستان رونما خواهد شد؟ من فکر نکنم که نه تنها با آمدن آقای عطا محمد نور، حتی افراد و اشخاص مثل اسماعیل خان یا آقای قانونی یا هر کسی که باشه، هر کسی که شامل دولت شوه، این دولت یک دولت متلاشی شده است، این دولت یک دولت ناکام است. وقتی که شما از آدرس یک شخص کمک میکنین، معذرت میخوایم، از آدرس یک شخص صحبت میکنین، با وقتی که یک انسان به حیث نماینده قوم خود یا از آدرس قوم خود مطرح میشه و مسائل ملی در نظر گرفته نمیشه، بنابراین چی میگن امو بر یخ نوشتن و بر آفتاب گذاشتن است. هیچ کدام تغییر با آمدن، با رفتن و یا ای که با کنار زدن شخص یا رهبر یا شخصیت در افغانستان رونما نمیشه. از بنیاد، از اساس اینمی نظامی که در افغانستان آمده، با تمام احترام با بزرگترین وثیقه ملی افغانستان یا قانون اساسی افغانستان، متاسفانه این قانون اساسی، این نظام فعلی جوابگوی خواسته ها و آرزوها و اهداف مردم افغانستان نیست. این دموکراسی که نصیب مردم افغانستان شده یا به حیث یک تحفه و به حیث یک هدیه بر مردم افغانستان داده شده، این به هیچ وجه نمیتونه از دردها و مشکلات و رنجهای مردم افغانستان بکاهه. بنان یگانه رایش با کمال احترام کنار زدن تمام افراد و اشخاصی که در 30 سال گذشته در افغانستان به نحوی از آنها مرتکب جرم و جنایت، حتی کار در دستگاه دولت افغانستان شده. اینی یگانه راه افغانستان است که افغانستان باید یک قشر نو، افغانستان باید یک طبقه نو اداره کنه. اگر به این شکل باشه، امو آش است و امو کاسه است. صرف نظر از احترامی که به بسیار شخصیت‌ها به شمول آقای غنی دارم یا آقای کرزی که احترام کمتر برش دارم و هیچ ندارم، بهتر است بگویم، بنابراین این موش و گربه بازی ها، این کارها یا این بازی ها یا این صدور فرمان ها و صدور فتوا ها و ارائه نظریاتی که مثل که آقای کرزی میته که باید مسئله افغانستان آقای پوتین و آقای ترامپ باید با هم مشوره کنن و حل کنن،
هیچ درد را دوا نمیکنه. اصلا در افغانستان باید یک تغییر بنیادی، یک تغییر اساسی بیاید. و اما در مورد ای که دوستم با 3000 سرباز خود که در اطراف شهر کابل مستقر شده و در صورتی که اگر کدام خطر او را تهدید کنه، دوستم به میدان میاد و جنگ شروع میکنه یا ایست که مبارزه میکنه، ما برتان میگم که آقای دوستم هیچ کار کردن نمیتونه. ایره شما مطمئن باشین. در افغانستان ما پیشترم برتان گفتم اگر قوای خارجی نباشه، اگر قوای خارجی نباشه این دولت نمیتونه 2 ساعت هم سرپا بیسته. اما با موجودیت یا با حضور قوای خارجی هیچ امکان نداره که عبدالرشید دوستم بتونه او کار یا او اعمال را انجام بده که در گذشته انجام داده. دیگه زمان از او گذشته که او سر ارگ عمله کنه و بگوه ما به 2 ساعت رژیم تغییر میتونم. نه آقای دوستم این کار کرده میتونه و نه سایر تنظیم های جهادی که تا به دندان خودم مسلح ساختند. شرایط افغانستان تغییر کرده. در افغانستان یک نسل نو آمده و امیدوار هستم که نسل نو در افغانستان بتونه آینده افغانستان و سرنوشت افغانستان رقم بزنه، به امید آزادی واقعی در افغانستان، به امید آرامی مردم افغانستان. نگاه امروز را به پایان میبریم و تا روز پنجشنبه سر ساعت 11 که باز هم از طریق برنامه از گپ گپ میخیزم مهمان خانه های شما خواهم بود. همه شما را به خدا میسپارم.